خانم پوران درخشنده هیچ دخترها فریاد نمیزنن در رابطه با داستان تجاوز به دختران هستش که البته خب در ایران به دلیل اینکه میگن آبروی خانواده میره هیچ وقت اعلام نمیکنن، سیستم آموزشی هم نداریم، ولی در کانادا هم این تجاوز البته کم نیست. اینو بهتون عرض کنم خدمتتون و در حال یکی از نقاط ضعفی است که یکی از ستم هایی است که علیه خانم ها میشه علیه جنس زن انجام میشه و باید به هر شدتی جلوش ایستاد و از طریق اطلاع رسانی و آگاه رسانی و ابزارهای پیشگیری و ابزارهای قانونی باید جلوشو گرفت. در حال یک فیلم بسیار بسیار قوی بودش و در حال یک تاب و شکنی توی ایران بود. دوستان اتاق فرمان اگر این فیلمو یعنی یک تیکه مصاحبه ای هستش که ایشون بودن رو پخش کنن ممنون میشیم. با هم میبینیم. دیدن شما اومدم، راه درازی اومدم و فکر کردم که رابطه‌مون رو از این طریق از طریق سینما میتونیم بیشتر کنیم و خیلی خوشحالم که امشب در جمع شما عزیزان هستم. فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنن در واقع با موضوع خاصی که داره در جشنواره 31 فیلم فجر جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو گرفت و با حمایت مردم در زمان اکران فیلم در واقع تونست بالاترین فروش رو داشته باشه، با وجودی که فیلم یک فیلم اجتماعی هست و در سابقه سینمایی ما فیلم شاید کمدی بیشترین فروش رو داشته ولی فیلم های اجتماعی خیلی نه، ولی این فیلم به دلیل موضوع خاصی که داره و شاید یک جور شکستن تابویی که سالها ما باهاش درگیر هستیم به اسم چیزی به نام ترس از آبرو که به خاطر اون سکوت میکنیم و سعی میکنیم که خیلی از مسائلی که باهاش درگیر هستیم حرف نزنیم و این سکوت باعث شده که در واقع قربانیان زیادی در سایه زندگی کنند و در واقع درد بزرگی رو سالها با خودشون حمل کنند و چیزی نگن، چرا که اگر که اون فرد زن هم که باشه شاید بیشترین در واقع انگشت اتهام به طرفش هست که مقصر اصلیه و یا اینکه البته در همه کشورها موضوع بحث تجاوز و کودک آزاری مطرح هست. خب در کشور ما به دلیل همین شرایط در واقع چیز خاصی که داره که بحث آبروداری هست یه جوری از کنار مسائل میگذرن و سکوت میکنن و فرق هم نداره که این آدم دختر یا پسر باشه، چون داره همینجور در همه جای دنیا اتفاق میفته و در واقع همه درگیرش هستن و به هر حال فیلمی است که برای شما ساخته شده، فیلمی است که برای خانواده، برای جامعه، برای مسئولین، همه کسایی که مسئولن در مقابل بچه‌های ما که آینده‌های ما هستند، آینده کشورمون هستند، همه مسئولیت دارن ساخته شده و به هر حال سختی های بسیار هم برای اکرانش بوده، ولی خوشبختانه حمایت مردم تونسته همچنان رو در سینماها سرپا نگه داره و الان بعد از 4 ماه همچنان در سینماهای
تهران اکران هست و اکران کانادا هم فرصت خوبی بود برای فیلم و بعد از اینجا هم در همزمان فکر میکنم از هفته های آینده در امریکا اکران شروع بشه و امیدوار هستم که بتونه فیلم در واقع با مخاطبان خود مخاطبان اصلی فیلم در همه جای دنیا بتونه ارتباط برقرار بکنه و در واقع ببینن فیلم رو. من در خدمتتون هستم. البته چون فیلم رو ندیدین طبیعتاً سوالی الان در رابطه با فیلم نخواهید داشت و شاید بهتر باشه که فیلم رو ببینیم و بعد هم اگر که شما فکر میکنید سوالی هست، اگر شما سوالی دارید من در خدمتتون هستم. که من منتقد هنری نیستم ولی به خاطر کارم تو تلویزیون خب فیلم های زیادی رو دیدم. یکی از قوی ترین فیلم هایی بوده که توی این بعد از انقلاب من دیدم. واقعا جای تبریک داره به شما که دونستین توی اون شرایط با همه تناقضاتی که هست و مشکلات کاری مخصوصا برای خانم ها یک همچین فیلمی رو تهیه بکنید. در حال واقعا جای تحسین داره. خدمت شما هست من به عنوان یک کارگردان فکر میکنید این اثر چقدر روند داره، توی تأثیر داره توی آگاهی رسانی به داخل کشور، مخصوصا با توجه به اینکه ایران فقط تهران نیست؟ ممنون. طبیعتا کار فرهنگی خوب تأثیرات خودش رو داره و من فکر میکنم بعد از این فیلم انعکاس ها و نامه هایی که برای من میومد، ایمیل هایی که میومد و مهمتر از همه استقبالی که مردم کردن از فیلم و اینکه فیلم به هر حال با تمام مشکلاتی که به هر حال سر راهش بود و مخالفت هایی که بود باز به راهش ادامه داد و فیلم همچنان اکرانش ادامه پیدا کرد، به خاطر این بود که خود مردم در واقع تاثیر گرفته بودن. نامه هایی که اومده بود یا ایمیل هایی که رسیده بود همه سرگذشت هایی رو داشتن و حرف هایی رو می زدن که شاید بی تاثیر نبود از چیزی که در واقع فیلم داشت مطرح میکرد و عکس‌العمل‌های مخاطبین فیلم در تمام سانس‌هایی که من همه حضور داشتم، شاید بیش از 25 سانس سینما رو من رفتم در دوران جشنواره و دوران اکران و دوست داشتم بین مردم باشم و عکس‌العمل‌ها رو ببینم. در تمام این چندین جلسه‌ای که من با مردم بودم واقعا احساس میکردم که مردم دارن یک زندگی واقعی، یک چیزی که خیلی واقعی است میبینن و عکس‌العمل‌هاشون عکس‌العمل‌های واقعی است و قرآن یک سری بحث زده من رو نگاه میکردن، شاید جوانه که حرفی داشتن بزنن ولی نمیتونستن یا مثلا خانوم‌ها یا بقیه. به هر حال اینا واقعیت‌های اجتماعی، یعنی فیلم نیست، این فیلم نیست، این یک واقعیته، یک زندگی است که سالها من بارش رو به دوش کشیدم و سرگذشتهایی که به دستم رسید همین جوری اینا رو نگه داشتم که ببینم زمان مناسب برای ساخت این فیلم کیه و بالاخره اینقدر این بار سنگین بود که زمانی من احساس کردم دیگه نمیتونم زیر بارش بیستم و مجبور شدم که به هر شکلی شده این رو بسازم و خیلی خوشحالم از این که این بار زمین گذاشته شد و خوشحالم از اینکه این فیلم ساخته شد و خیلی ها تونستن حرف بزنن راجع به چیزی که سالها سکوت کرده بودن. آقا خسته نباشید، من فکر کنم هم تو تاریخ سینما میمونید هم تو تاریخ اجتماع ایران. آقا خسته نباشید. خیلی متشکرم. بله ولی هم البته خانم پوران درخشنده امشب هم تا روز 31 اکتبر در محل سینما یورک که در چند قدم با استودیوی ما هم فاصله داره در هایوی 7 و در حقیقت هایوی 7 و ایست بیبرکریک اونجا ساعت 8 هستن و به سوالات تماشاچی ها جواب میدن و اون دیروز هم ایشون زحمت کشیدن یک ساعت خورده به سوالات که البته بیشترش تعریف بود، واقعا بیشتر تماشاچی ها تعریف میکردن چون از اون فیلم هاست که شما نمیتونی توش بعدش که میای بیرون باهاش درگیر نباشی، یعنی واقعا یک چالش جدی است و البته
یک قدم بسیار مثبتیه. امیدواریم که بچه بیشتر از اینا کار بشه، به اضافه که در ایران تجاوزات جنسی در به پسرها هم در حال کم نیستش، در حال این بایستی آدرس داده بشه. یک بخشایی که در حال به صورت صحیح نه سیاسی که یک معضلاتی هستش که نیاز به یک کار گروهی و یک کار اجتماعی ملی داره، یک حرکت ملی میخواد که در حال خانم درخشنده این کار شروع کردن. در حال دست خسته نباشین، ولی واقعا این فیلمو اونهایی که هستن از دست ندن، چون هم حضور خود خانم درخشنده و هم فیلم بسیار قوی و جدی است. بله، خدمت شما عرض کنم که من قبل از هر چیز در رابطه